بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز دوشنبه 29 قوس سال 1400 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 دسامبر سال 2021 میلادی با خبرهای این ساعت از رادیو تلویزیون الهجره خوش آمدید در آغاز سرخط مهمترین خبرها تعهد وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی به کمک های مالی و بشری با افغانستان افغانستان محور اصلی گفتگوی نماینده های هند و پنج کشور آسیای مرکزی و افزایش شمار تلفات طوفان قدرتمند در فیلیپین به بیش از 200 تن. بشروی خبرها در هفدهمین نشست فوق وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی کشورهای اشتراک کننده برای کمک مالی به افغانستان تعهد کردند شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در پایان این نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی که با حسین ابراهیم تاهاد دبیر کل این سازمان در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کرده بود گفته است که این سازمان یک صندوق امانی بشردوستانه از طریق بانک توسعه اسلامی برای ارائه ای کمک به افغانستان ایجاد می کند. همچنین به نقل از خبرنامه وزارت خارجه پاکستان قراشی گفته است که سازمان همکاری های اسلامی در هماهنگی با سازمان جهانی صحت واکسین و تجهیزات پزشکی و فنی را برای مردم افغانستان برای مقابله با کرونا و نگرانی های فضایند درمانی در اختیار افغانستان قرار می دهد. این سازمان در هماهنگی با سازمان ملل متحد هم کانال مالی و بانکی برای کمک به آزاد کردن دارایی های مسدود شده افغانستان ایجاد میکنند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان از برگزاری نشست سازمان همکاری های اسلامی در مورد افغانستان استقبال کرده و آن را پر آورد خوانده است. توماس ویلز نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در توییت با سازنده خواندن نشست همکاری های اسلامی گفته است که ایالات متحده با گرمی از نقش و مشارکت وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی استقبال می نماینده ویژه آمریکا همچنان با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان نیز در حاشیه این نشست دیدار کرده است طبق معلومات در این دیدار دو طرف روی موضوعات اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان گفتگو کردند گفتنی است که نشست سازمان همکاری های اسلامی روز گذشته در مورد افغانستان به میزبانی پاکستان برگزار شد سیومین نشست گفتگوی هند و آسیای مرکزی به میزبانی دهلی نو در حال برگزار شد که اسلام آباد میزبان هفدهمین نشست سازمان همکاری های اسلامی بود. در نشست هند وزیران خارجه پنج کشور آسیای مرکزی حضور داشتند. این نشست بیانیه مفصل را درباره نتایج این نشست منتشر کرده است که در آن به مسائل افغانستان پرداخته شده است. وزیران خارجه تاجکستان، هند، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در این نشست تاکید کردند که اجماع منطقه گسترده در مورد مسائل مربوط به افغانستان وجود دارد که شامل تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، ارائه کمک‌های بشردوستانه و حفظ حقوق زنان، کودکان و سایر اقوام این کشور می باشد. طبق این بیانیه در مورد نقش محوری سازمان ملل متحد در مسائل افغانستان نیز اجماع منطقی شکل گرفته است. در این بیانیه تروریسم با انواع و مظاهر آن محکوم شده و بر ضرورت مبارزه با آن تاکید شده است وزیران خارجه هند و پنج کشور آسیایی تاکید کردند که از افغانستان صلحآمیز امن و باثبات حمایت می کنن و باید حاکمیت ملی تمامیت ارزی و اصل عدم مداخله در امور داخلی این کشور احترام شود سازمان همکاری های اسلامی نماینده ویژه در امور افغانستان گماشته است حسین ابراهیم تاها دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی از انتصاب تارق علی بخید به عنوان نماینده ویژه خود در امور افغانستان خبر داده است تارق علی بخیت نب دستیار دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی در امور بشردوستانه فرهنگی و اجتماعی است او به هدف پیگیری اجرای قطعنامه شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسلامی به ویژه در زمینه هماهنگی تلاش ها برای ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان گماشته شده است یک گروه از سارقین در ولایت بغلان پس از یک درگیری با منصوبان امنیتی دستگیر شدند. مولوی اسدالله مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ و یک تن از اعضای بلندپایه حکومتی در بغلان با بیان این مطلب می گوید این سارقان که شمارشان به شش تن می رسید از مدت بدین سو تحت تعقیب و پیگرد نیروهای کشفی در بغلان قرار داشتند که سرانجام دیشب حین سرقت اموال اموال و داریهای مسافران در ساحه پوزه ایشان شهر پل در عملیات نیروهای گزمه بازداشت شدند و ای گفت که در این درگیری یک تن از سارقان کشته شد یک تن زخم برداشت و چهار تن دیگرشان گرفتار شدند مسئولان در کنداز از کاهش قابل ملاحظه جرایم جنایی در این ولایت خبر میدهند. دهند. الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کنداز در صحبت با رسانها گفته که با پیروزی مجاهدین امارات اسلامی در افغانستان جرایم جنایی در کنداز به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. روحانی افزوده که مجاهدین امارت اسلامی در تمامی حوزه های امنیتی مرکز و ولسوالی های کنداز مستقرند و شب و روز به خاطر حفظ جان و مال شهروندان کندز تلاش می‌ورزند. در این حال روحانی به مردم کندوز امروز میدهد که مجاهدین امارت اسلامی شب و روز در خدمت مردم بوده و در جهت تامین امنیت کندوز بیشتر از پیش تلاش خواهند کرد اداره شهرداری کابل میگوید که روند پاکسازی تصاویر غیر شرعی از لوحه ها در سطح این شهر را آغاز کردند این نهاد در رشته توییت تاکید کرده است که روند پاکسازی تصاویر غیر شرعی از لوحه ها اشتهارات و بلبردها ها در نقاط مختلف شهر کابل جریان دارد در تصاویری که در صفحه توییتر شهرداری به نشر رسیده دیده می شود که کارمندان این اداره در حال پاکسازی تصاویر زنان از روی بلبردها ها هستند این نهاد تصریح کرده است که ضمن لزوم احترام به تمامی افراد جامعه رعایت اصول اخلاقی در بلبردها و تبلیغات نیز الزامی است ریاست هواشناسی از احتمال بارش برف و باران نسبتا شدید در روزهای دوشنبه و سه شنبه در ده ولایت کشور خبر داده است طبق پیش بینی این اداره در جریان این دو روز ولایت بدخشان تخار سمنگان بلخ سرپل فاریاب بادغیس بامیان غور بغلان و سالنگ شمالی شاهد رزش برف و باران خواهد بود مقدار بارندگی از سوی این اداره در نقاط مختلف بین یک تا ده میلیمتر پیش بینی شده است این هم خبر از جهان شمار تلفات طوفان قدرتمند در مناطق مرکزی و جنوب شرقی فیلیپین به 208 تن افزایش یافته است خبرگزاری روی ترز گزارش کرده است که این طوفان به طول 195 کیلومتر باعث قطع برق و ویرانی در بسیاری از مناطق آن کشور شده است گزارش ها افزوده که از اثر وقوع این طوفان 239 تن زخم برداشتند مقام فیلیپینی از احتمال افزایش تلفات به دلیل سیل و رانش زمین ابراز نگرانی کردند گزارش ها افزوده که در پی این طوفان نزدیک به 490 هزار تن به جا شدند. داشته های خبر این ساعت ما در همین جا به پایان می رسد از توجه و همراهی شما سپاس وقت خوش خدا نگهدار.